درود بر شما گرامی من از اینکه این کلیپ رو هم تهیه کردید فرستادید بسیار سپاسگزارم اما یه مسئله هستش که باید عنوان بشه و من فکر میکنم نه اینکه فکر میکنم مطمئن هستم هیچ کسی شکی شک در رابطه با مسئله که شما عنوان نمودی نداره اصلا من فکر میکنم اگر هم کسی شک داشته باشه حتما به دنبال یک سری تفکرات ایدئولوژیکی خودش بوده و هست ولی مهم اینجاست که ببینید این فرضیه رو من میخوام شما برید مطالعه بفرمایید و بعد نتایجش رو بیاین توضیح بدید چون نمیخوایم راه اشتباهی رو مشکل ما در هدف نیست هدف اپوزیسیون ایران جامعه ایرانی همین چیزهاییست که همه میدونن آزادی دموکراسی سکولاریزم قانون اساسی بر پایه حقوق بشر برگشت پرچم ملی و سرنگ شیر خورشید نشان به کشور حفظ تمامیت ارزی حفظ آداب و سنن و جشنهای ملی میهنی حفظ تمام چیزهایی که با نام ایران و ایرانی درش وجود داشته و داره و کنار گذاشتن چیزی با نام اقلیت و یا اکثریت همه اینها رو من فکر میکنم اکثرا و غالبا افرادی که در اپوزیسیون امروز حتی اونهایی که به اسم فیک وجود داشته و دارن قبول دارند چون مجبور هستن که قبول بکنن ما از یه دورانی عبور کردیم و همه این تجربیات متفاوت رو به دست آوردیم در سلسله ها و دوران های متفاوت ها رسیدیم در نهایت به این حکومت شیطانی تجربه و یا دستاورد جامعه ای ایرانی برای اینکه چی میخواد چه نوع زندگی رو به دنبالش هست قابل مقایسه با سایر کشورهای خاور میانه نبوده و نیست ما به دلایل متفاوت بسیار جلوتر از سایرین بوده و هستیم اما چرا اینجا گیر کردیم خب این بحث طولانی رو داره ولی در رابطه با فایلی که شما پر کردید و کردید از اونجا که من نمیخوام چیزی رو ناگفته گذاشته باشم و یا تبلیغات نادرستی انجام داده باشم این رو براتون خاطر نشان میکنم ببینید که میخوام برید روش کار بکنید و در این رابطه برای جامعه روشنگری بکنیم که در طول تاریخ حالا ما میتونیم در رابطه با تاریخ کشورمون صحبت بکنیم یا حتی کشورهای دیگه اول فردی با نام یک رهبر اومده پاش رو گذاشته وسط و مردم در کنارش جمع شدند یا اینکه مردم آمدن جلو و یک نفر رو رهبر کردن این خیلی مهم هست از لحاظ رسیدن به هدف که خدمتتون عرض کردم هدف هدفمون پس چی بود و ما بحثی در رابطه با هدف نداریم هدف امروز چگونگی انتخاب راه برای شکست حکومت اسلامیه پس ما باید راه درست رو انتخاب بکنیم تا بتونیم به هدفمون دست پیدا بکنیم راه درست کدومه آیا مردم هستند که باید خودشون بیان جلو و راه ها رو یکی پس از دیگری برن با همین وضعیت که دارید میبینید چلو یک ساله و بگن چه کسی میتونه ایک کاری رو انجام بده این یه مسئله است که من از شما میخوام راجبش فکر بکنید چلو یک سال فرصت کمی نبوده برای به دست آوردن یک تجربه و رسیدن به یک نتیجه یا اینکه یک شخص هست به عنوان رهبر بیاد وسط و از مردم بخواد که بهش بپیوندند چیزی رو که شما ارسال کردید و پر کردید در واقع قسمت دوم قضیه است یعنی اینکه یک رهبری باید حضور داشته باشه وجود داشته باشه بیاد و بخواد از مردم که آقا از این ثانیه به بعد به حرفام گوش بدید به راه هم که دارم میگم گوش بدید حمایتم بکنید تا بتونیم به پیروزی برسیم پیروزی هم متعلق به هم است با این مسائلی که در رابطه باش صحبت کردیم چیزی رو که در این کلیپ من مشاهده کردم که ناگفته باقی مونده دقیقا اینجاست این مسئله باید برای جامعه حل بشه عبور از اینکه حالا یک عده طرفدار سلطنت هستند یک عده طرفدار جمهوری هستند یک عده طرفدار پادشاهی هستن و خود پادشاهی ها به هزاران دست تقسیم میشن کاری ندارم ولی بماند اون بحث دیگری است صحبت من بر سر هدایت و رهبری در این زمانه در دوران برزخه 41 یک سال در برزخ گیر کردیم در این دوران در این دوران کدام یک از این دو راه ما رو به نتیجه میرسونه خب اگر ما در نظر بگیریم که شاهزاده رضا پهلوی است از دیدگاه من که بله ایشون میتونه این کار رو انجام بده و ما خیلی سریعتر به نتایج دست پیدا خواهیم کرد حضور ایشون به عنوان همین چیزی که خدمتتون عرض کردمه یعنی ایشون باید تشریف بیاره جلو اعلان رهبری بکنه قبل از اینکه بخواد اعلان رهبری بکنه شورایی از نمایندگان با نفوذ که در کشور هستن رو دعوت بکنه مجمعی از اینها تشکیل بده خود ایشون هم به عنوان مدیر و مدبر و رئیس مجلس باشه و اون شورا میتونه سخنی از جامعه ایران بگه چرا به دلیل اینکه نفوذ داره نه که تا به امروز بودن چون این افرادی که تا به امروز بودن نفوذی در کشور نداشتند اینا افرادی بودن تا به امروز که حالا میتونیم نامشون رو مخالف بگذاریم مخالف بودن حالا به هر شر... شکل و شرایطی صحبت من در رابطه با مسئله دیگه است گرامی ما میخوام به پیرو... به پیروزی فکر میکنم نه فقط برای انجام یک کار یا شعار دادن یا فقط شکل یک داستان رو تعریف کردن چون زندگیم رو در این راه گذاشتم هزینه کردم برای رسوندن این جامعه به پیروزی و شکست حکومت شیطانی و بعد رسیدن به همین تعاریفی که همگان دارن در رابطه باش صحبت میکنن خب چگونه میتونیم شکست بدیم حکومت اسلامی رو آیا فقط با صحبت های کلیشه است یا حقیقتا آغاز یک کار جدی درست و قوی که بتونه جامعه رو نجات بده جامعه بی صاحب شده جامعه گیجه با این که این همه من سعی کردم راهنماییش بکنم به کجا برسه چگونه ولی یه ریش سفید میخواد این وسط مثل شاهزاده یه نفر میخواد که در سطح جامعه ایرانی و جامعه جهانی شناخته شده باشه مردم بشناسنش و بتونه از اعتباری که از درون تاریخ بهشون داده شده برای مردم استفاده بکنه منتها راه استفادهش از دیدگاه من راه اون قبلی که گفتم نیست که مردم بیان بیرون کشته بدن تیک پاره بش همه اینا رفتیم اعتراض کردن اعتراضات مدنی اعتراضات اجتماعی درگیری ها و خودتون به اندازه کافی دیدید چیزی که میتونه جامعه رو نجات بده حضور ایشون به عنوان اون شخصیتی که خدمتتون عرض کردم نه در سطح بیانیه نه در سطح اعتراض نه در سطح نامه نویسی و حتی به ولایت فقی و غیر است بلکه مستقیما صحبت کردن با مردم و همزمان با اون یعنی برنامه ریزی هاشون کرده باشن افراد و شخصیت هایی که در جامعه ای ایرانی حرفشون برو داره یعنی طرفدار دارن و اونها سازماندهی انجام دادن کار کردند آمادگی دارند، در کنار خودشون قرار بدن خودشون هم به عنوان ریاست داستان رهبریت این جریان رو به عهده گرفتن چیز دیگری است اون موقع این کلیپ که شما درست کردی معنی میده به این معنی که مردم از یک دستگاه ایدئولوژیکی و مافیایی عبور کردند و میخوان نجات پیدا بکنند و میخوان بدونن که فرد در فرداشون چیست چه کسانی هستند چه گروه های هستند چه التزام اعتباری هست اون موقع درست کردن این کلیپ به مردم هوشیاری بیشتری میده توانایی بیشتری میده برای انجام کار اینکه ما صرفاً بنشینیم فقط بگیم ایشون هستند و هست خب همگان میدونند از کسی پوشیده نیست دو سال تاریخ و هویت به دست ایشون داده شده اعتبار اعتبار من کاری به مسائل سیاسی ندارم اون بحث جداگانه ای است که حال بعضیا بر سر این هستن موافقن یا مخالفن اون بحث دیگری است من در رابطه با شناسایی یک فرد در جامعه جهانی و ایرانی و نجات کشور دارم صحبت میکنم امیدوارم صحبتم کافی بوده باشه برای اینکه شما متوجه بشید من دارم در رابطه با چه مسئله ای صحبت میکنم از دیدگاه من ایشون میتونه همه چیز مهیاس برای ایشون که تشریف بیار جلو و این جریان رو به راه بندازه انتصاب کردن یا انتخاب کردن افراد با درون کشور که وقتی ایشون معرفی میکنن مردم بدونن که بعد از این رژیم چه کسانی خواهد دولت موقتی که به همزمان بتونه درون کشور و برون مرز یکی بکنه جامعه جهانی بتونه روش حساب بکنه مردم ایران بتونن روش حساب بکنن مردم بدونن با چه کسانی و چه کسی طرف هستند اعتبار افراد مهم بوده و هست حال اینکه مردم در رفراندوم چه نوع حکومتی رو انتخاب میکنن و, و و و و یا در مجلس مؤسسان چه نمایندگانی رو انتخاب میکنن بدون اینکه بخوان از صافی رد. اون دیگه انتخاب مردمه من راجع به اونا صحبت نمیکنم گرامی من امیدوارم متوجه باشید من چی دارم میگم یعنی مشکل ما در این بره زمان ندادن یا نشان ندادن راه درست هم به مردم بوده و هست به نظر من ما اینجا گیر کردیم مردم میدونن چی میخوان اما نمیدونن از چه راهی برن که به هدف برسن مشکل اینجاست کلیپ هایی که درست میشه باید اینگونه درست بشه از دیدگاه من این مقدار این چیزی که درست شده در انتهای مقدار تبلیغات بود چرا به خاطر که مردم از دیدگاه من در صحنه هستن چقدر دیگه تاوان بدن چقدر بجنگن چقدر خون بدن چقدر جون بدن چقدر زندانی بکشن چقدر فرزند دست بدن من چند سال بیام مردم رو سازماندهی اول آگاهشون بکنم و بعد سازماندهی احتیاج به یک پدر بزرگتر هست احتیاج به شخصیت هایی هست که حقیقتا از ایدئولوژی عبور کردند از خواسته ها و افکار شخصی هم عبور کردند از خانواده عبور کردند از دست و پا بستن های متفاوت که این جهان براشون به وجود آورده عبور کردند و همه چیز رو برای مردم ایران انجام میدن و در خط اول قرار بگیرند در خط اول بدون پیشوند و پسوند گرامی من مردم باور داشته باشید که در کوتاه ترین زمان جذب و جلب خواهند شد ما احتیاج داریم که این حرکت از طرف ایشون انجام بشه و بعد باور داشته باشید که اصلا وارد مرحله دیگری خواهیم شد این چیزهایی که مانوک ما میگفت و یا این مسائلی که توضیح داده میشد به دلیل اینکه با افرادی که بتونن این مسئله رو باز بکنن نشسته نشد انجام نشد ناگفته و ناخوانده ماند ما به مرحله ای داریم میرسیم که ترس ها وابستگی ها علایق شخصی و غیره رو باید کنار بگذاریم حقیقت داستان این که مردم دارن پاره پاره میشن و کشور داره نابود میشه چه شاهزاده رضا پهلوی چه شخصیت های دیگه میبایست از خواسته های شخصی و راه های انتخاب شده شخصی عبور بکنند چون 41 سال به همه فرصت داده شده و مردم رسیدن به اینکه این حکومت باید بره و باید بره چگونگی انتقال مطرح بوده و هست چگونگی رسوندن مردم به خواسته هاشون یعنی آزادی و دموکراسی و قانون اساسی بر پای حقوق بشر بوده و هست چگونگی مجلس شورای ملی چگونگی مجلس مؤسسان و غیره اینها باید برای مردم قشنگ توضیح داده بشه و هیچ کسی به اندازه شاهزاده رضا پهلوی مشخص شده نیست در جامعه ایرانی و جهانی ایشون میتونه خیلی پرقدرت خیلی جلوتر از بقیه پیش به صورت یک راههای راهای خودشون هم ایشون رفته ایشون هم 41 سال فرصت داشته که راههای خودشون هم بره چیزی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم با در نظر گرفتن و تجربیات و مرور به روی زندگی سیاسی اجتماعی فرنگی و غیره جامعه ایرانی درون و برون و مرزه برای رسوندن این جامعه به پیروزی اگر فکر میکنید احتیاج از بیشتر توضیح بدم بفرمایید که باز توضیح بدم سپاسگزارم که توجه کردید عزیزم خدمتون ارز بکنم ما که متوجه شدیم اشکال کجاست باید هدایت درست داشته باشیم نه حمایت ایدئولوژیکی و یا احساسی بلکه با منطق و خرد به روی نقشه شکستمون در طول 41 یک سال میبایست مطالعه بکنیم اشکالات رو دریابیم کجای کار اشکال داشتی که ما شکست خوردیم ما به پیروزی فکر میکنیم و روی شکست هامون مطالعه میکنیم جامعه ای که شکست هاش رو نشناسه مطالعه نکنه چگونه شکست خورده برای چی شکست خورده برای چی به پیروزی نرسیده و اصولا پیروزی چی هست و توسط چه ابزاری چه راهکارهایی میتونه به پیروزی دست پیدا بکنه مجددا 41 یک سال که هیچی چهارصد و ده سال دیگه به این سمت و سو کشیده میشه فرق ما در جنبش فداییان ایران با سایر ها احزاب رسانه ها سازمان ها و محافلی که شما مشاهده کردید تا به امروز دقیقا اینجاست که ما بدون جپگیری مطالعه روی شکستامون داریم از هر فراخانی که دادیم یک درسی آموختیم از هر دوره‌ای که مردم شکار گشتند به دست حکومت شیطانی به یک نتیجه دست پیدا کردیم و دقیقا مثل خود شما اگر دانشجو هستی به کلاس درس میری اگر نمره کافی نمیاری باید بدونی به چه دلیل باید بشناسی کجا اشتباه کردی برگه مردودیت رو یا اون امتحانت رو اشکالاتش رو بهت میگن چند غلط داشتی چرا غلط داشتی شد دیگه خودت باید بری پیدا بکنی ما دقیقا اینجا قرار گرفتیم ما دقیقا میدونیم چگونه باید به پیروزی رسید پیروزی رو میدونیم هدفم هم رو میشناسیم. چگونه رسیدن به این پیروزی کلیدش در درجه اول در دست کسی است که بالاترین هویت و سرمایه و شناخت رو ازش داشته بود دارند که هیچ کس نیست به غیر از ایشون صحبت ما بر سر اینکه ایشون باش یا نباشه اصلا نیست ما از این دوران عبور کردیم همه میدونن که ایشون باید صحبت ما اینکه ایشون باید باشه و بیاد اعلام بکنه و بقیه جمع بکنه در کمتر از ده روز میتونه افراد شناخته شده ای رو که در جامعه مردم قبولشون دارند یعنی اگه فراخان بدن درخواست بکنن به حتی اون نافرمانی های مدنی که ایشون میگه همه میپذیرن فرض بگیرید همه در کنار هم جمع بشن و همچنین افرادی درون زندان درون نمیدونم کشور همه اینها خواهند پیوست افرادی درون زندان اصلا چهارده نفر برای خودشون بلند شدن که اون خطا بود چون نمیرسید دادرسی نبود در زمان نادرستی بود فریادم زدم ولی به زندان افتادن شکنجه شدن و گیر افتادن و هیچ موقع فکر نکردیم که ا حالا اینا جمهوری خواهن. یا تفضیل نظام پادشاهی هن خیر در این راه سرنگونی همه باید دست به دست هم بدیم اما استراتژی کار بررسی به روی شکست نباید از خاطر بیرون بره از همین رو خدمتتون عرض کردم اتیاج نیست ایشون تلنگر بخوره ایشون خورده میدونه ولی خودش باید تصمیم بگیره من اولین نفر نبودم آخرین نفر هم نبودم که به ایشون گفتم که چه کار باید بکنن و زمانی که انجام میدن همه جامعه اکثریت قریب به اتفاق جامعه در کنار هم قرار میگیرن و اون نافرمانی مدنی که ایشون همیشه ازش دم هم میزنه اون زمان شکل میگیره که فرماندهی و وحدت همبستگی و رهبریت وجود داره مردم اگر شناخت کافی از من داشتن شاید این اتفاق می افتاد. ولی رسانه ها رو رو به من بستند به این معنی که مردم امروز به فکر جمهوری پادشاهی نیستن من خودتون بهتر از هر کس دیگه میدونید مردم تو نون شبشون گیر کردن مردم دارن کشته میدن شکنجه میشن شن زنده. همه اینها رو همه میدونن مردم راه نجات میخوان مردم ایران امروز بر سر پادشاهی یا جمهوری با هم نمی جنگن اون در یک فضای آزاده بعدا وقتی تمام اینا حل شد بیان بشینم فکر کنن ببینن چی میخوان حالا امروز خواست مردم از درون کشوره و باید روش فکر کرد چگونه میتوان به این جامعه ای ریاری رسوند چگونه میتوان این جامعه رو میلیون ها نفر رو به خیابون ها کشوند کلید در دست ایشون عزیزم اگر روی این مسائلی که خدمتتون عرض کردم خوب موشکافانه کار کنید کلیپ میخوایم بیرون بدید کلیپی باید باشه که مردم رو دقیقا با این مفاهیم آشنا بسازه از یک سو همبستگی رو به وجود بیاره از سوی دیگه سوم به گونه ای نباشه که دیگه هیچ کس تو اپوزیسیون کاره نیست همه برن بشینن کنار و ایشون خیر اون هم میتونه تضاد به وجود بیاره اون هم میتونه می دوری به وجود بیاره کما اینکه چلو یک سال آورده یک نگاهی به رسانه‌ای که این کارا رو انجام دادن بندازید متوجه میشید جامعه رو مثل ادیان پخش کردند پخش و پلا شدند هر چقدر سازمان ها گروه ها دسته ها افراد رسانه ها بیشتر شدند جامعه بیشتر پراکنده شده و وزارت اطلاعات هم دقیقا میدونه چیکار بکنه از این میره به اون میگه از اون میره به این میگه میاد تو گروه ها به مردم رو به جون هم میندازه اپوزیسیون به جون هم و هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه سوالات پیش میاد آقا تو با اون موافقی یا مخالفی آقا شما نظر تو به این شخص بده در صورتی که مشکل مردم گرفتاری های مردم امروز این نیست مردم حتی اگر بتونن پیدا کنن کسی رو که درون کشور میتونه نجاتشون بده و جامعه رو با آزادی و رفاه میرسونه به دنبالش خواهند رفت منتظر اپوزیسیون نمیشن از همین رو هیچ زمانی منتظر اپوزیسیون نبودن و تمام فعالیت رو این جونشون مردم دادند بچه های مردم درون کشور پرپر گشتند پس اونها بهتر از هر کسی میدونند فقط به دنبال دستی هستند برای یاری قوی ترین دست دسته ایشونه هم جامعه جهانی میشناسنش هم جامعه ایرانی هم اپوزیسیون اونایی که سرشون به تنشون در کمترین زمان در کنار ایشون گرد میان نه بادنجون دور قابچینا نه کسانی که اومدن از طرف حکومت اسلامی اصلاح طلب و کنار ایشون جمع شده بودند منظورم اونها نیست منظورم کسانی است که خودشون اعتبار درون جامعه ایرانی داشته و دارند و این رو شما باید بررسی بکنید نکات بسیار ظریف است و بسیار حساس که جامعه بهش ورود نکرده چون این هم خدمتتون عرض بکنم خطرناکه رسانه ها هر کدومشون بخوان این کارو بکنن اون فردی رو که این کارو کرده میذارنش بیرون چرا باید اینه این اینکه برید در مسجد شما بخواید مسیحیت رو تبلیغ بکنید اینها این, این کار رو کردن رسانه پادشاهی رسانه جمهوری رسانه اصلاح رسانه کمونیستی رسانه سوسیالیستی رسانه چپ رسانه راست رسانه مذهبی رسانه شیعی رسانه همه اینها رو به راه انداختن و هر چقدر اینها بیشتر باشه فاصله از هم دورتر میشین میشه میان مردم و اینجا اون مردم باهوشی هستن که فهمیدن داستان چیه و در فدایان ایران گرد اومدن شما در اینجا به هیچ عنوان همچین چیزهایی رو نمیبینی فقط مردم به دنبال یک راه نجات میگردن از همین رو به میگم فرمانده چون فرماندهیشون میکنن برای رسوندنشون به پیروزی به هر کسی که در این میان در کنار این مردم قرار گرفت ملت ایرانه این ملت که باید نجات پیدا بکنه در یک فضای آزاد مردم رأی خواهند داد اگر ما به دنبال رأی مردم هستیم ولی کلیپ ها رو به گونه درست بکنید که این رو دقیقا نشون بده این قسمت خالی و این قسمتی که باید پر بشه و وقتی که این پر شد در کمترین زمان سه که در جامعه ایرانی شما خواهید دید حکومت رو خواهد برد مشکل اینجاست ازتون بسیار سپاس گذارم